سلام به شما بینندگان عزیز، به گیم اند تک پلاس خوش اومدید. در این برنامه نگاهی میاندازیم به 4 گجت کاربردی از دنیای تکنولوژی و بعد هم به بررسی اختصاصی نسخه اول از بازی چرخ‌دنده‌های جنگ میپردازیم. لطفاً با من در قسمت 20 از گیم اند تک پلاس همراه باشید. با گذشت حدوداً 2 سال از بیماری کرونا و کشف واکسن‌های مختلف، هیچ کشوری هنوز موفق به کنترل کامل اون نشده و در بیشتر مکان‌های عمومی سراسر جهان استفاده از ماسک همچنان الزامیه. بنابراین هنوز هم شرکت‌های مختلف در حال تولید ماسک‌های متفاوتند، مخصوصاً که تنفس از زیر ماسک‌های N95 آسیب‌های جانبی رو به بدن انسان به خصوص ریه‌ها وارد می‌کنه. در بین تمام ابداعات شاید ایرینگ یکی از جذاب‌ترین‌ها باشه. این ماسک با اینکه به طور کامل صورت رو نمیپوشونه، اما به روشی خاص هوای تازه و فیلتر شده رو با میزان اکسیژنی که بدن احتیاج داره تأمین میکنه. توربینی که در قسمت پشتی این گجت قرار داره، هوای بیرون رو وارد لوله های جانبی میکنه و بعد از تصفیه با اشعه UV و گذروندن اون از فیلترهای زغالی، هوای فوق العاده پاکیزه رو برای کاربر تأمین میکنه. این گجت ماژولار که طراحی بر اساس مد روس هم داره، دارای 2 سایز ماسک برای پوشاندن صورته. البته که بدون این صفحات شیشه‌ای هم هوای فیلتر شده به ریه‌های کاربر میرسه. دوام باتری ایرینگ با 1 بار شارژ حدوداً 4 ساعته که به کمک 1 پاور بانک این زمان قابل افزایشه. با یوزمی آشنا بشید. ظرف غذای جالبی که بدون نیاز به گاز یا نیروی الکتریسیته میتونه غذای کاربر رو در هر محیطی گرم کنه. فقط کافیه 5 دقیقه قبل از صرف غذا پک حرارتی رو به همراه مقداری کمی آب در قسمت زیرین ظرف بریزید و درب اون رو بگذارید تا غذا در همین 5 دقیقه کاملا به دمای ایدئال برای خوردن برسه. برای ساخت ویدئوی تبلیغاتی اون هم از ایده جالبی استفاده شده و گویا این وسیله رو نعمتی از طرف خدا معرفی میکنه. خود خدا هم این کار رو انجام میده. این ویدیو رو با من تماشا کنید. A self-heating lunchbox activated simply by regular water or holy water in my case. Place one Yuzmi heating pad inside. Pour water over the heating pad. Place the food container on top. Close the lunchbox and wait 5 minutes. Thank God, hot food. Yuzmi works by using a unique combination of minerals that react with water, turning it into steam, which then heats your meal. With Yuzmi, you can skip the line instead of waiting in line for an eternity. Go out and you may find a soulmate with a similar taste in lunchboxes. With Yuzmi, you are free to eat wherever. Or you can always try and catch your meal on the spot. Forget about fire. That's what you folks used down there thousands of years ago. Enjoy your hot meal anyway. But beware of furry creatures. Or maybe not. Support this campaign and humans shall fail no more. At least when it comes to heating their meals. Use me. Hot food everywhere. واگنر 915. این وسیله یک دستگاه بخارشو مثل نمونه های دیگه است و همون کارایی ها رو هم داره. شستن تمام جرم ها و رسوب ها از روی اشیاء مختلف.
اما شاید چیزی که واگنر رو متفاوت میکنه قیمت مناسبش در کنار ماژول‌های مختلفیه که ارائه میده. به کمک سریع‌های متفاوت این دستگاه شما میتونید جرم‌های موتور خودرو، درزهای مختلف، اجاق گاز، دستشویی و حمام، فر و مایکروفر یا هر جای دیگر رو تمیز کنید. اما از همه اینها جالبتر ماژولیه که به شما امکان کندن رنگ یا کاغذ از روی دیوار رو میده. قیمت واگنر 915 فقط 115 دلار اعلام شده. به بخش دوم برنامه خوش اومدید. مجموعه گیرز از اون سری بازی هاست که از زمان انتشار نسخه اول انقلابی رو در صنعت گیم رقم زد. در سال 2005 شرکت اپی گیمز اولین قسمت از گیرز رو به نام گیرز آف وار معرفی کرد. ایکس باکس گیم استودیو هم در نوامبر 2006 دست به انتشار این بازی انحصاری کنسول ایکس باکس 360 زد و اینجوری بود که برگ جدیدی در صنعت گیم ورق خورد. این عنوان با سبک سوم شخص اکشن تا حدی موفق عمل کرد که رکورد فروش در مدت زمان 2 هفته پس از عرضه و رکورد افزایش 50% در ثبت نام اشتراک طلایی سرویس ایکس باکس لایو رو جابجا کرد. اما نکته عجیب اینجاست که داستان بازی با وجود شروع فوق‌العاده‌اش به زعم بعضی از منتقدین به خاطر اینکه برخی سوالات گیمر رو در پایان بازی بی پاسخ گذاشت در حد متوسط طبقه بندی شد. اما به نظر من کسی که بازی رو پلات کرده باشه با این نظر موافق نیست. اولین بازی از این مجموعه تا حدی جذاب بود که ورژن آلتیمیت ادیشن اون هم در سال 2015 منتشر شد. در این بازی لوکاست ها با هدف نابودی نسل بشر در حال تسخیر کره خاکی هستند. وظیفه مبارزه با این موجودات بیگانه به عهده مارکوس فینیکس و تیمش قرار گرفته. او مردیه که در زمان اشغال زمین به جرم خیانت در زندانه. این که این اتهام درست بوده یا نه ربطی به گیمر نداره. مهم اینه که زمین به کمک این مرد احتیاج داره و شما باید هدایت کاراکترش رو بر عهده بگیرید. یکی از همرزمان مارکوس کمک میکنه تا او از زندان خارج بشه، اما نه به عنوان فرار از زندان، چون همه زندانیان پیش از اون به دستور جنرال هافمن آزاد شدند. هافمن فرمانده گروه نظامی کاگل. او مجبوره که برخلاف میلش مارکوس رو هم به تیمش اضافه کنه. هافمن معتقده که مارکوس فینیکس لیاقت پوشیدن این لباس رو نداره و اینجاست که شما باید خلاف این ادعا رو ثابت کنید. For a time, the humans of Sera knew the illusion of peace. اما در بحث کیفیت بازی باید گفت که گرافیک نسخه اول در نوع خودش بی‌نظیر بود و در نسل هفتم کولا کرد. این بازی در کنار شروع خوب داستان و گرافیک فوق‌العاده با صداگذاری عالی و اکشن هیجان انگیزش هر گیمری رو میخوب مانیتور میکرد. با اینکه بازی کردن در حالت تک نفره به خودی خود بی‌نظیر بود، اما وجود حالت‌های چند نفره‌ای مثل اسپلیت اسکرین یا استفاده از کابل لن، حالت کوآپ در ایکس باکس لایو در اون زمان و در نهایت حالت وارزون که گیمرها رو در دو تیم روبروی هم قرار می‌داد، تجربه بی‌نظیر رو برای گیمر به ارمغان می‌آورد. امکاناتی که در زمان خودش در کمتر بازی‌هایی به صورت همزمان عرضه شد. انتشار نسخه اول شروعی بود بر داستانی که هنوز هم ادامه داره و طرفدارانش همیشه منتظر تجربه نسخه جدید اون هستند. در اینجا به پایان این قسمت از برنامه گیم ان تک پلاس رسیدیم. امیدوارم که این قسمت هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
در خاتمه ازتون دعوت میکنم که 15 دقیقه ابتدایی بازی گیرز آف وار نسخه آلتیمیت ادیشنش رو با من تماشا کنید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی و گیم اند تک پلاسی دیگر، وقتتون بخیر و بدرود. What are you doing here? Getting you out. Here, put this on. You'll need it. You could get in a lot of trouble for doing this. Not anymore. Things have changed. We better go. What about the other prisoners? You can't just leave them here. They're gone. Hoffman pardoned everybody. Is that right? Welcome back to the army, soldier. Shit. Let's go. We've got two options. We can go back the way I came, through the guards' quarters. It takes time, but it's safe. Or we can go through the prison blocks and get right into the fight. Your choice. Let's take the prison blocks. I'm ready to kick some ass. Hell yeah. Let's do it. 6-4, this is Delta 2. We are en route. Over. Copy that. We are beginning our run. 6-4 in position. Fox 1, Fox 1. Hey! 6-4, this is Delta 2. Hold your fire. We are inside the prison. Over. Roger that, holding fire. Advise you relocate ASAP. Man, if the man knew I was here to get you, I'd be in some deep shit. Come on, let's go. Nice. What the hell's been going on in this prison? You don't want to know. Ground units are taking heavy fire. We have hostiles in all directions. Copy that. Call for reinforcements, over. Marcus, the tower! Kingray, take cover! Roger that. Moving in. Next! Oh, yeah! 6-4, we are moving your location. Over. Copy that. We are clearing area for extraction. Marcus, grab the grenades. Lock and load. I can't. Mark, use your grenade. Throw a frag in there. Good. Let's grab some ammo. Marcus, they're cutting through the door. Take cover. Take cover. Get ready. Here they come. Let's do this. Delta 1, this is Delta 2. We are ready for extraction. Over. Copy that. Enemy units right there, over. I see them. Moving in. Nice! Can't get a target. More are coming. 2 clicks to your right. Can you suppress? Over. Negative. Only cover one target. We need your guns. Oh, yeah. Negative. We are also taking heavy fire. Stand by. Incoming. Now. Oh, shit. This is 6-1.
position. Retrieving Delta squad now. Delta, there's something moving below ground. Over. I see it too. What are we looking at? Hell if I know. Marcus, we've got to move to the Raven now. Go, go, go! Welcome to Delta Squad. Where are we going? Embry Square. Colonel Hoffman's waiting for us. Hoffman? Oh, shit. This is gonna be awesome. Hey, are you the Marcus Phoenix? The one who fought at Asphiel Fields? Yep. Wow, cool! Not really. Traitor like you doesn't deserve to wear the uniform. Looks to me like you need all the help you can get. Step aside. Lieutenant, I've got good news. We have a plan to end this war. Once and for all. Yeah, right. Sensors are picking up enemy movement, sir. Close by. Take cover! Move! Shit! We now have the light mass bomb. I'll take out all these bastards with one shot. But it can't work if we don't have the targeting data. That's why we need the resonator. It'll map their tunnels so that we can hit those sons of bitches where they live. Now I'm pissed. Up there! We lost contact with Alpha Squad. Last transmission was from Embry Square. I want you to get in there, find those men, and deploy that resonator. Will we have air support? What? Are you kidding? You are the support, son. Down to two. Nemesis are keeping our birds out of the area. You'll have to move in on foot. We're screwed. All clear. But the lieutenant here will be feeding you intel. Yes, sir. And the smart thing to do right now would be to leave. You! Get it done! I expect you to give me 110%, Phoenix! I'm not doing this for you. Enemy reinforcement! Take cover! That one was on the house. Good luck, Delta. Get up those stairs. Alpha's waiting. Got it. Okay, man. Here we go. You still got it? I guess we'll find out, huh? Nice. Grab those tags. The family back home. Got him. Marcus! Flank him!
Flank left. Control, this is Delta. We have visuals on Alpha. Possible KIA. No sign of Resonator. Roger that, Delta. Keep looking. I'll open the door. I've got the code. Good to go. Could be Alpha. Cog tags are gone. Is that the Resonator? Nah. Now what? Let's get that Resonator. Marcus. What do you think? What do I think? Could be Alpha, or it could be the Locust setting a trap. There's only one way to know for sure. Our next target is House of Sovereigns. Straight ahead. Move!